نیلوفر پور ابراهیم از پاریس همراه ماست برای بررسی همین موضوع. اهداف سفر بن سلمان چیه و چه واکنش هایی داشته این مسافرت؟ این سفر به آتن و بعدش به پاریس اولین سفر محمد بن سلمان بعد از قتل جمال خاشقچی، قتلی که گفته شده توسط خود او و در بالاترین مقام‌های سعودی دستورش داده شده صادر شده و بعد از اون محکومیت‌های فراوانی رو به سمت عربستان می‌آورد. البته سیاست واحدی در اروپا برای منزوی کردن یا بایکوت عربستان یا محمد بن سلمان در این اتحادیه وجود نداشت و برخی از سران کشورهای اروپایی تو این سالهای گذشته، یعنی بعد از 2018، به عربستان سفر کردن، از جمله امانوئل مکرون که سفر رو به عربستان داشته، یا نخست وزیر یونان که حالا میزبان محمد بن سلمانه. ولی با این حال این اولین سفر او به اروپا بعد از 2018 و بعد از این قتل محسوب میشه و به همین دلیل شاید میتونیم بگیم یک مقدار در اروپا خبرساز شده. سفر او به پاریس هنوز مورد تایید مقامات از طرف مقام‌های فرانسوی یا کاخ الیزه تایید نشده و با توجه به اینکه امانوئل مکرون در حال حاضر هم در سفر به آفریقا هست و پنجشنبه بعد از ظهر برمیگرده، هنوز مشخص نیست که دقیقاً چه زمانی قرار هست که با ولیعهد عربستان دیدار و گفتگو بکنه. ولی این دیدار از طرف مقام‌های عربستان تایید شده و خبرش اعلام شده، بنابراین احتمالاً یا پنجشنبه شب یا جمعه این دیدار در پاریس صورت خواهد گرفت. شاید کمی بتونیم بگیم دستور کار گفتگوی او در پاریس با یونان فرق داشته باشه. در یونان بیشتر هول و هوش گفتگوها یا امضای توافقهای تجاری و اقتصادی و حتی دفاعی بوده، اشاره کردی به قراردادی که شب گذشته امضا شده، ولی در پاریس بحث فراتر میره. چیزی که فرانسه به دنبالشه راضی کردن ولیعهد عربستان برای افزایش تولید نفت، چیزی که حداقل جو بایدن در سفری که داشته نتونسته این کار رو انجام بده. فعلا عربستان میگه به اون سقفی که تعیین شده از طرف اوپک و اوپک پلاس که روسیه هم عضو اونه پایبند خواهد بود، باید ببینیم میتونه اون رو راضی بکنه یا نه. و موضوعات ژئوپلیتیک دیگه توی دستور کار از جمله ایران، یمن و همینطور لبنان، موضوعاتی که قطعا در این دیدار مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت. سپاسگزارم از توضیحات همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس.